سلام، تو این ویدیو میخوایم کاربرد تابع دالر رو به شما آموزش بدیم. این تابع در واقع یک عدد رو میگیره و تبدیل به یک واحد پولی میکنه، به این صورت که علامت اون واحد پولی رو در کنار اون عدد قرار میده و به صورت سرقم هم توسط کاما یا ویرگول از هم جدا میکنه اعداد رو که به صورت یک عددی که نشان دهنده یک مبلغ یک واحد پولی هست نمایش داده بشه. خب همونطور که میبینید اینجا ما فرمول تابع دالر رو داریم. قسمت اولی که وارد کردنش اجباری نامبر یا همون عددی هست که میخوایم تبدیل بشه به یک واحد پولی. قسمت دوم که اختیاری دسیمال یا اعشاری هست که میخوایم داشته باشیم، یعنی دقتی که میخوایم اون مبلغ رو نمایش بده تا چه میدان دقت داشته باشه. خب بریم به صورت تمرین انجام بدیم تا ببینیم به چه صورت هستش. فرمول رو وارد میکنیم. خب آدرس اون سلولی که عدد ما رو داره هستش F3 وارد میکنیم و اینجا میخوایم دقت رو 3 وارد بکنیم، یعنی تا 3 رقم بعد از اعشار به ما دقت بده. خب همونطور که میبینید یک علامت دلار کنار اون عدد ما گذاشته شد. خب این واحد پولی که حساب میکنه بسته به چیزی هستش که ما توی کنترل پنل اون تنظیم کردیم که به چه صورت اعداد رو تبدیل بکنه به واحد پولی. خب برای ما مثلا سیستمی که من استفاده میکنم روی دلار تنظیمه. شما اگه سیستم رو توی کنترل پنل اون پنل واحد پولیش رو روی ریال بذاری طبیعتا به شکل ریال نشون میده. خب ما دقت رو گوشه بودیم 3 رقم اعشار، پس تا 3 رقم اعشار هم به ما خروجی داد 859. خب کلا ما مبلغمون اون عددمون بیشتر از 3 رقم هم نداشت، خب همونو داد به ما و اینجا بین 1 و 2 یک ویرگول گذاشت که جدا کننده واحدهای پولیه. خب توی قسمت دوم میخوایم به جای 3 برای قسمت دقت یا تعداد ارقام اعشار 2 وارد کنیم. فرمول رو می‌نویسیم F3 و 2. خب مشاهده می‌کنید که تنها تغییری که شد اعداد پس از اعشار گرد شد به سمت بالا، یعنی به جای 859 شد 86 که میشه همون در واقع 860، ولی خب چون بعد از اعشار است طبیعتا صفر انتهایی گذاشته نمیشه، گرد شد به سمتی که نزدیکتر هست، روند شد به تعداد 2 رقم اعشار. حالا تو قسمت بعدی ما میخوایم اصلا دقت رو وارد نکنیم، چون همونطور که گفتیم این وارد کردن میزان دقت یه چیز انتخابی هست، میتونه وارد بشه میشه نشه، اما اگر این میزان رو وارد فرمول نکنیم به صورت پیشفرض فرمول عدد 2 رو در نظر میگیره برای این مقدار، یعنی اگر وارد نکنیم دقت رو خود به خود انگار 2 وارد کردیم. حالا اینجا عملی انجامش میدیم. F3 رو میخوایم تبدیل کنیم، اصلا وارد نکردم، میبینید اصلا من هیچ دقتی وارد نکردم، وقتی اینتر میزنم میبینید که دقیقا شد همون موقعی که دقت رو 2 وارد کرده بودم، اینجا هم که وارد نکردم انگار همون اتفاق افتاد، چون پیشفرض 2 هست. خب توی قسمت بعد میخوایم دقت رو 0 در نظر بگیریم، یعنی اصلا اعداد اعشار به ما نشون نده، 0 مقدار عدد اعشار به ما نشون بده. دالر میزنیم F3 رو 0. میبینید که اصلا دیگه عدد اعشار نشون نداد و گرد کرد به سمتی که نزدیکتر هست، یعنی 1278 خورده دلار رو که نزدیکتر بود به 79، خب طبیعتاً گرد کرد به سمت بالا شد 1279 دلار. خب حالا اگر که ما دقت رو به جای عدد مثبت عدد منفی وارد بکنیم، میاد اعدادی که حتی قبل از اعشار هستن رو هم گرد میکنه، یعنی عدد اصلی رو نه اعشارش رو گرد میکنه به تعدادی که ما منفی وارد کردیم. اگه منفی 1 وارد کنیم تا 1 رقم قبل از اعشار، اگه منفی 2 تا 2 رقم، اگه منفی 3 تا 3 رقم قبل از اعشار میاد گرد میکنه این میزانو. خب ما الان منفی 1 کنیم، امتحان میکنیم. دلار F3 و منفی 1، دقتش منفی 1، یعنی تا 1 رقم قبل از اون اعشارمون گرد بشه، یعنی رقم آخر عدد اصلی هم گرد بشه. خب می‌ذاریم شد 1280 دلار، یعنی 78 شد 80، گرد شد دیگه، چون 78 به 80 نزدیک‌تره، نمیشه 70 چون 8 تا 70 فاصله داره،
و تو 80 دو تا فاصله داره. خب حالا تو حالت بعدی میخوایم تا دو رقم قبل از اعشار گرد بشه، یعنی 78 رو کلا گرد کنه. خب میزنیم دلار، وقتی میگیم دو رقم قبل از اعشار گرد بشه، یعنی دو رقم آخر میشه صفر، همینطور که اینجا گفتیم یه رقم آخر شد صفر. خب اف 3 به میزان منفی 2 شد 1300 دلار، یعنی به سمت عددی که نزدیکتر بود گرد شد، به شکلی که دو رقم آخر میشه صفر. خب یه نکته ای که باید در نظر داشته باشید، این وارد کردن میزان دقت اگه به شکل مثبت وارد بشه، همونطور که گفتم اعداد بعد از اعشار رو گرد میکنه به همون تعدادی که وارد کردیم. اگر به شکل منفی وارد بشه، اعداد قبل از اعشار رو گرد میکنه. خب ما معمولا توی نوشتن مبالغ به ریال توی فارسی اعشار وارد نمیکنیم، چون نیاز نیست. اعداد به صورت کامل توی بیان ریال یا تومن وارد میشن، بینش اعشار و اینا معمولا نیست. در نتیجه اینجا عددهای مثبت توی فارسی اصلا کاربردی نداره برای میزان دقت، چون اعشاری وجود نداره، فقط عددهای منفی کاربرد داره. چجوری؟ الان برای مثال اینجا ما میخوایم 12950 تومن رو گرد بکنیم. خب میزنیم دلار، سلول F9 هست و به میزان دو رقم یا نه سه رقم 950 تومنه دیگه میخوایم گرد بشه، میزنیم منفی 3 و میبینیم که زد 13000، یعنی سه رقم آخری گرد کرد شد 13000 تومن، 12950. حالا اینجا کنارش علامت دلار زده، که گفتم اون تنظیمات سیستم خودتون بستگی داره که چجوری باشه، میتونه تنظیم کنید که ریال بزنه، توی کنترل پنل هستش. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.